با حضور معاونین نواحی شاروالی کابل و بسیار خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و سایر شرکا کننده قرار داریم و همچنین خوش آمدید میگم خصوصا به پنلیست های محترم که در این برنامه اشتراک کردند. فعلا ما دو معاون گرامی رو همراه خود داریم، خانم وحیده صمدی معاون ناحیه اول و همچنین یک معاون دیگه هم بود خانم صادقی معاون ناحیه 13. خیلی خوش آمدید خانم صمدی و همچنین خانم صادقی. آقای امیری همکار محترم به شما سلام عرض می‌کنم. سلام آقای غلامی عزیز، همچنان خانم صمدی، خانم جعفری، دکتر صاحب اقوین زنده باشه. کوشش بکنید که خانم جعفری کوشش بکنید که خانم مایار و خانم مومند هم حضور پیدا کنن. خانم مومند هم برایشان گفتم، لینک هم برایشان ارسال شده، بعد من این فهم چرا علی جواب نمیتن از یا از طریق ایمیل اگه یادشان رفته، ایمیلشان شاید ایمیلشان بعضی کسای ایمیل پسورد ایمیلشان یادشان میره، از طریق لینک اشتراک کننده بیان اشتراک کنن، از طریق لینک عادی بیان اشتراک کنن. خانم جعفری مانده نباشید، اما دو نفر دیگه هم اگر اشتراک کننده و پنلیست های ما اشتراک بکنن که برنامه رو شروع بکنیم. شما انشالله برنامه رو پیش ببرید امروز. ما و آقای امیری و همچنین آقای حکمی در کنار شما هستیم و انشالله در وقتش در پانل و در گفتمان اشتراک خواهیم کرد. خانم صادقی مانده نباشید. سلام، وقت شما بخیر، در خدمتیم. خیلی خوش آمدید خانم صادقی، همراه شما خیلی خوشحال هستیم که امروز در گفتمان شما را داریم و همچنین خانم صمدی. خانم جعفری میشه که برنامه را به شما واگذار میکنم با معاونین محترم تا که معاون صاحبم تماس بگیرم بیاین بعد برنامه ما شروع کنیم. قرار شد که بهشان تماس بگیرم. معاون صاحب در برنامه نیستن؟ نه، هنوز نیومدن. سلام معاون صاحب، خوب هستین؟ منتظر حضور شما هستیم. برنامه ارمانی شروع میشه از سر ایمیلتان نسمش. امی خانم جعفری، اگر خانم مایار چرا که دیروز همراه اونا تماس گرفتیم، موفق بود برنامه امتحانی را اونا سپری کردن، اونا حضور پیدا کنن و دیگه خانم مومن، امی دو نفر که حضور پیدا کنن برنامه رو ما شما شروع کنیم. 13 دقیقه از وقت برنامه مگذره. درست است. آلی اشتراک کننده هستن؟ اشتراک کننده قسمی میان که تحقیق نشان میده که اگر ما و شما برنامه زنده نباشه اونا وقت خود چه کار اینجا باشن. آلی کسی نیست؟ نه که بشنم. نه کسی نیست. درست است. مشکل ای است که من فکر میکنم یک استرس اینا از برنامه زنده دارن به خاطر از این که خانم ما قبلا آمدن. خانم مشکل که میگن که اینترنت مشکل داره. بعد خانم فهمم که یک بهانه دیگه کردن. نمیفهمم. و ما ای که قبلا به دور امتحانی نبودیم الان در خدمتیم. دقیقا. ولی من هم میرم. وضعیت نمیفهم چرا اینا هر کدامشان. خانم جعفری برنامه رو پیش میبریم. برنامه رو پیش میبریم. فقط آقای امیری به ما بگه که کی میشه که ما لایف رو بریم. بعد با همراه فیسبوک لایف و برنامه رو شروع کنیم. با مجرد که درست برنامه رو پیش بریم امیری صاحب برنامه اشتراک بکنم، من همراهشون همکاری میکنم، زنگ میزنم براشون صحبت میکنم که در برنامه اشتراک بکنم. امیری صاحب اگر شما لطف کنین، چرا که خانم مومن خود در بخش نشرات آگاهی کار میکنه و دایی باید از مسئول است که آگاهی کنه، اونا کانفرم کردن که میاین، وقتی که نمیاین اون بگین که ما نمیایم که برنامه شروع شه پیش بره. اونا هم کارتان است، اگر لطف کنین اونا رو خبر بسازین که مشکل در کجا است. اگر مشکل تکنیکی است که ما پیش ببریم، او اگر مشکل تکنیکی نیست که بعدا مشخص شود. خب نتیجه
کجا رفتن آقای امیری؟ نه تا غلامی صاحب ضعیف است کمی؟ نه ما آن هستم، من در تماس میگیرم با خانم مومن و همچنین مومن صاحب که چون که تجربه اول است غلامی صاحب، چون که تجربه اولشان است شاید که بعضی مشکلات تکنیکی داشته باشن یا بعضی خانم دکتر آمدن، خانم دکتر آمدن، موین صاحب آمدن، موین صاحب آمدن دیگه میشه که برنامه را امیری کجا شدن؟ موین صاحب مشکل در صدا دارن، زمانی که وصل میشن سر موین صاحب کلک میکنن مشکل صدا. موین صاحب خوش آمدین. نه مشکل صدا دارن وقتی که کلک میکنن. میکنم اینترنت ضعیف است، اینترنت ما ضعیف است. آقای اقبین هم گزینه را فعال بکنین که اگر پخش مستقیم باز رفتین که موین صاحب سلام، وقت شما بخیر. موین صاحب صدای شما فعال هست؟ میشنوین؟ نه اینترنت شما ضعیف است فکر کنم. موین صاحب سلام، میشنوین صدای مرا؟ اگر غلامی صاحب اگر نا لطف کنن یک بار برن دوباره پس میشه با خلال میشه. آقای اقبین سلام داری؟ آه مشکل خودت به خودتان خواست آمد میریسیم هر وقت که آمده شدیم برنامه بگوییم. اینترنت موین صاحب ضعیف است؟ نه اون مشکل ضعیفی نیست، وقتی که ضعیف باشه ویدیو کار نمیکنه، ویدیو کار میکنه اما صدا کار نکرده. موین صاحب سلام، سلام برای میشنوید موین صاحب؟ موین صاحب سلام، موین صاحب اینترنت موین صاحب فعال است، اینترنت موین صاحب کار میکنه اما موین صاحب اگر لطف کنن یک بار شما ساین اوت شوین دوباره داخل شوین. موین صاحب میشنوید صدای مرا؟ اونه ببینین اینترنت موین صاحب کار میکنه، ویدیوش خوب فعال است. اونه رفت. بله موین صاحب سلام. موین صاحب ندارین یک بار دیگه شما لوگ اوت شوین بعد دوباره مجددا بیاین چون اصلا صدا نداره. کم کم دارم میگم برای دوستا کار نمیکنه. اینترنت نه اونا ویدیوشان فعال است، ویدیو کار میکنه، وقتی که اینترنت ضعیف باشه ویدیو کار نمیکنه. نه اینترنتشان ضعیف است، گفتم دوباره ساین اوت. موین صاحب سلام، صدا نداری موین صاحب؟ خانم جعفری شما برایشان بگوین که یک بار ساین اوت کنین دوباره بیاین. گفتم زنگ زدم من. موین صاحب سلام، صدای مرا میشنوید موین صاحب؟ نه صدایشان نمیشنویم. غلامی صاحب ما به ما اینجا نشان میده که ما صدایشان نمیشنویم، صدای اونا صدای ما را میشنون، ما صدای اونا را نمیشنویم. یک لحظه پس ما یک دفعه خودم آل رفتن دوباره وصل میشن، دوباره میان بهشان گفتم دوباره در تماس. و دیگه غلامی صاحب محترم با شما چون که ما صلاحیت خودتان مدیریت میکنین نمی سفر رو میبینین. خانم مایار و خانم مومند تشریف نوردن؟ نه خانم مایار میگن که من مشکل اینترنت دارم، نه اینفهم مشکل تخنیکی است. آقای حقمین مشکل از موین صاحب صدایشان مشکلش حل شد. بله موین صاحب صدا نداریم، تصویر نداریم. درست شد، مشکل حل میشه. باز از اینجا من اجازه شد.
خانم جعفری، این مشکلات ما خود ما میفهمیم. به یک نفر وقتی که او کانفیوز میشه بگویم ما اینجا در سیستم نشان میده که چی مشکل داره. خب شما برنامه را میشه شروع کنین غلامی صاحب. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید، مانده نباشید. مهین صاحب میشه میسادای مرا؟ سلام علیکم، خوب هستن رسید؟ بخیر هستن؟ وقت شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به گفتمان چهارم ساعت تحریر. میشنوید مهین صاحب؟ بله بله میشنم. بله خیلی خیلی سلام عرض میکنم مهین صاحب، خوش آمدید. سلام علیکم، برنامه به نشر زنده میاد رفت. صحیح خیلی خیلی خوش آمدید مهین صاحب. شروع شد نشر زنده آقای یقین؟ نه خیر، حالا میخواین شروع کنین که من شروع کنم؟ آقای امیری میشنوید صدای مرا؟ باش که اونا کار میکنن. فعال کنید، فعال کنید دست برکر آقای امیری که پخش زنده رو شروع کنید. مهین صاحب که میشه که ما در ابتدا باید میم سراغ شما، پخش زنده که شروع شد میم سراغ شما، صحبت های شما رو در مورد لایف برنامه زنده است. برنامه درست است آقای غلامی. سلام، اجازه تان اگه شروع کنم. سلام علیکم خدمت همه حضار محترم، اشتراک کننده ها و پنلیس های محترم که در گفتگوی چهارم جهت شهری افغانستان اشتراک کردن. خیلی خوشحال هستیم که امروز در این گفتمان ما معاونین نواحی و همچنین معین خدمات شهری و محیط زیست شهرولی کابل رو همراه خود داریم و این برنامه ما در رابطه با کارگردها، دستاوردها و پلانهایی که معاونین نواحی داشتن در امر مبارزه با ویروس کرونا برگزار میشه و یک نقش عمده و اساسی را این معاونین ایفا کردن، بازی کردن و خوشبختانه با فداکاری هایی که انجام دادن، با همیشه در صحنه حضور داشتن های خود، با پلان های خود، تونستن بخش عمده ای از کارها را بر اساس اطلاعاتی که ما گرفتیم همراه رؤسای نواحی، همراه وکلای گذر، ملا امامان مساجد نقش خیلی خوب را ایفا بکنن. برای اساس امروز ما گفتمان چهارم را اختصاص دادیم به فعالیت ها و دستاوردهای مؤمنین رؤسای نواحی شهرولی کابل. همچنین امروز بسیار خوشحال هستیم که خانم دکتر مهتاب عالمی، معین خدمات شهری و محیط زیست شهرولی کابل را نیز در پیش خود در برنامه خود داریم. میشه که سخنرانی آغازی این گفتمان را معین صاحب خدمات شهری آغاز بکنن و برنامه ما آغاز بشه. معین صاحب دکتر عالمی منتظر صحبت های شما هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکارای محترم و عزیزانی که همیار در پنل هستن و امرای ما همکاری داشتن. سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما عزیزان دارم. تشکر که باز هم این موضوع در گفتمان گرفته شد و هم در بحث زنان. مشکل اصلی و موزلی که فعلا تمام دنیا امرای او در دست به گریبان است، مشکل کرونا ویروس است که یک بحران جهانی حساب میشه. به همین اساس من یک خواستم بحث مدیریت زنان را در رابطه با مدیریت شرق و مدیریت بحران یک کم برای شما عزیزان صحبت داشته باشیم. خب زنان به دلیل نقش‌های چندگانه خود یک انسان‌های مؤثر در فرایندهای تحول و پویایی بودن و هستند. مثلا در مدیریت بحران و در مدیریت مشکلاتی که در نواحی و ساعات مختلف پیش آمده، تحقیقات ثابت کرده که خانم‌ها بر اساس خصوصیات اخلاقی و عاطفی و ذاتی که دارن در رابطه با مدیریت بحران موفق تر بودن. و مثالش هم چند شب پیش بود در خبر CNN ما دیدم که کسایی که کشورهایی که مدیریت او کشورها در دست زنان است، او کشورها تانستن و موفق شدن که بتانن مشکل کرونا ویروس در کشور خودشان مهار کنن و یک امتیاز و یک حقیقت است برای کل دنیا که نشان میده که زنان در واقع میتونن مهمترین و یا اصلی ترین مهره های مدیریت در یک کشور باشند، مدیریتی که
خب شاید زیاد کشورهای دیگه که شما شاهد هستین، آمریکا، ایتالیا، شاید هم چین، شما دیدین که متاسفانه اینا نتونستن مقابله خوبی با موزل و مشکل کرونا ویروس داشته باشن. اما خانم ها در کشورهای اروپایی و نیوزلند و چند تا از کشورهای دیگه موفق شدن که با مدیریت خوب خود مشکل را در کشورشان 80% حل کنند. ویژگی های ذاتی و فطری زنان در بسیاری از مباحث مورد تحلیل و بازخوانی قرار گرفته، مثلا در رابطه با تربیت، تعلیم و تربیت، که تعلیم و تربیت بارها در تمام کشورها و در حتی دستهاتی که حتی امکان داره که زنان از سطح سواد پایین‌تر برخوردار باشن، مطالعات ثابت کرده که خانم ها مقصر هستند در زمینه تعلیم و تربیت، در زمینه انکشاف فرهنگی، اجتماعی و حتی انکشاف های اقتصادی و سیاسی رو ما در بعضی از مناطق دیدیم که خانم ها موفق تر عمل کردن و پیشرفت کردن. به عنوان مثال ما میتونیم بگیم که یکی از مهمترین روانشناس هایی که در رابطه با فعالیت های زنان و مسئله مدیریت زن کتاب های زیادی نوشته کرده، آقای اسکیلسون هست که در سال 1976 یک کتاب نوشته کرده. او کتاب به این موضوع پرداخته شده که مدیریت زنان برای بالا بردن روحیه همدلی و روحیه کار و روحیه همبستگی بین یک گروه بسیار مهم است. وقتی زنان در رأس یک گروه بحران زده در یک کشور قرار میگیرن، میتونن او روحیه همدلی، او روحیه محبت و دوستی که خب ذاتاً در خودشان هست در کل گروه تزریق کنن و یک هماندیشی و یک همگرایی ذهنی و فکری و کاری برای کل گروه ایجاد میکنن. خب در کشور ما هم خوشبختانه ما در خب در سیستمی که هستیم، در جایی که هستیم، در استقامتی که ما کار میکنیم، تعدادی از خانم های ما من حیث معاونان و مدیران ما هستن که کار میکنن و باعث پیشرفت در بعضی از نواحی که ما شاهد هستیم. میبینیم که نواحی که معاونین زن دارن در رابطه با فعالیت هایی که میتونیم بگیم که در مختص همین مشکل ماست که مشکل موفق تر بودن. این موفقیت هم میتونه نشانه از این باشه که خانم هایی که در اونجا هستن از روی بالای همکاری برخوردار هستن. این فعالیت هایی که اونا در نواحی مختلف داشتن که نمونه شما دمی همکار ما، معاونین محترم ما که اینجا هستن، گزارشاتی که ما داریم و میبینیم فعالیت هایی که ما بکنن نگان دفعه بعضی از رئیس نواحی خوبتر بوده. یک جای امیدواری است و جایی است که میتونیم خب به هر حال یک پوینت مثبت برای زنان در جاهای دیگه داشته باشیم. ما چیزی رو که باید بگیم که متاسفانه و یا شاید هم به دلیل فرهنگ غلطی که در بطن کشور ما و فرهنگ کشور ما ایجاد شده، باعث شده که کم کم این ذهنیت ضد زن به وجود آمده باشه و بعد از تقریبا 40 سال ما مشکلات زیادی در رابطه با مشارکت زنان در سطوح مختلف دولتی داشتیم. ولی من یال مطمئن هستم که موفقیت خانم های ما، معاونین ما در سطوح مختلف نواحی و مدیریت ها و برنامه هایی که ما داشتیم باعث شد که اینا ثابت کنن که میتونن مدیران بهتر، مدیران خوبتر و متعهدتر باشن. من چندین دار امروی بعضی از همکاری ما در بعضی از ادارات صحبت کردیم و نتیجه صحبت ما بسیار جالب بود. اینا میگفتن زنان بسیار روحیه صادق و متعهدتر نسبت به مردان دارن، از نسبت به احساس مدیریت، اون احساس تعهد اونها نسبت به کاری که دارن بسیار بالا است و اینا باعث شدن که بعضی از ویژگی‌های مدیریتی زن در بعضی از ساحات ما، در بعضی از نواحی و در بعضی از شهرهای ما نشان داده شود. همچنین ما متاسفانه در این زمینه یکی از معاون صاحبای بسیار فعال خودمان در ولایت کابل متاسفانه که خب من از نزدیک امروی ناشنا بودم و میدونستم که بسیار فعالیت های نزدیک و بسیار فعالیت های پرخطر داشتن در زمینه کنترل کرونا ویروس، متاسفانه اینها مصاب به کرونا ویروس شدن، والیس گروال، و ما برای ایشان سلامتی میخواییم
و امیدوار هستم که دیگران، دیگر خانمایی که در اینجا فعالیت میکنن و همکار ما هستن، روحیه خودشون دست ندن. ما هستیم همچنان که از ما توقع میره انشالله که بتانیم که نیروهای خوب مثبت و متعهدی که خب کلگی برای متیقن شدن که ما هستیم و میتانیم، از این بعد هم برای همکارای ما هستیم، معاون صاحبایی که در پنل هستن، معاون صاحبایی که نیستن و تشکر معین صاحب. برای خانم گریوال هم آرزوی صحتمندی کامل میکنیم، انشاءالله که هر چی زودتر خوب شوند و باز هم برگردن و جمعیتی که از خانم ها در قسمت مدیریت بحران شهر کابل و ولایت کابل کار میکنن، در این عرصه خانم های زیادی کار میکنن، فعال هستن و نشان میدن که واقعا با جان و دل کار کردنشان باعث از این میشه که خطرات هم بپذیرن و واقعا جای تأسف هست که خانم گیروال مبتلا شده به ویروس کرونا. از خدای متعال میخواییم که هر چیزی تر صحتمند و شفایاب شوند. خانم جعفری شما پنل را ادامه بدید با حضور معاونینی که هستن، انشاءالله که برنامه خیلی خوبی باشه. درست است. من سلام عرض میکنم حضور دوستان گرامی، کسانی که این برنامه رو میبینن و اینجا حضور دارن. لازم است که مجدداً براتون عنوان پنل بیان بکنم در رابطه با نقش زنان در مدیریت شهری و مدیریت بحران کرونا. حضورتان هستیم. ما اینجا دو تن از معاونین فعال و موفق خود همراه شما داریم، خانم وحیده صمدی که معاون ریاست ناحیه اول شاروالی کابل هستند و خانم انجینیر هیبه صادقی که معاون ناحیه 13 شهر کابل هستند. هر کدام از معاونینی که اینجا حضور دارن تجربیاتی در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا و همچنان مدیریت شهری دارند که تجربیات خود همراه شما شریک میکنن. خوش آمدید میکنم برای معاونین، امیدوارم که موفق معید باشین و دور از ویروس کرونا. خانم صادقی اگر لطف کنین که مایک خود رو روشن کنین، من صدا شما رو بشنم. خانم صادقی تشکر. خانم صادقی عزیز خیلی خوش آمدین به این پنل، ممنون که وقت گذاشتین علی رغم ای که این روزها میدانم در کنار سایر کارهای اداری که ریاست ناحیه داره با موضوع همین بحران کرونا هم شما روبرو هستین. میخوایم از زبان شما بشنویم در رابطه با بحث نقش زنان در مدیریت شهری ای که چقدر تانسته موفق بشه و همی که میدانیم مدت اندک میشه که زنان در سطح رهبری شاروالی کابل فعال شدن، کار میکنن، فعالیت دارن و شما جز اولین کسانی هستین که در این عرصه گام گذاشتین. در رابطه با تجربیات موفقتان، ناموفقتان، در رابطه با چالش ها، مشکلات و فرصت هایی که روبرو بوده با شما میخواییم که بشنویم. خانم صادقی؟ خب خانم جعفری، همونطور که میفهمین ریاست ناحیه 13 هم یک ریاست و اجرای مسئولیت در این ریاست یک کار خیلی چالشدار هست. ناحیه 13 هم یک ناحیه خیلی بزرگ و با تراکم نفوس بسیار زیاد هست. تراکم نفوس در اینجا بسیار بالا هست، در حدود 65 کیلومتر مربع مساحت را 1.5 میلیون نفر یا بیشتر از او احتوا میکنه و میفهمین که مهاجرت در این ناحیه بسیار زیاد هست. این رفت آمد های روزانه از ولایت های دیگه و این ولایت و بیرون رفت و داخل شده مردم بسیار بالا هست و همونطور که میفهمین یکی از اولین کیس های مثبت در مبارزه با ویروس کرونا در ناحیه 13 هم بود. من با ناحیه 13 هم آمدن و از روزهای نخستین که حتی قرنطین شروع نشده بود ما در ناحیه 13 مجبور بودیم که بعضی اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم. خیلی از نواحی با وکلای گذرشون صحبت شده بود پیش از پیش
اگر مهاجرینی میان از کشور ایران یا از جاهای دیگه میتونن تا حدودی موفق بودیم، ولی تراکم نفوس و جمعیت بالا تولینی که بتانیم بگوییم که انتینی که داشتیم ما بیشتر از دو بار دماپاشی کلان، یعنی در سطحی که مترهای اطفاییه و ریاست صحت محیطی و محیط زیست شاروالی کابل با ما همکاری کردن و دوای کلورین با مترهای اطفایی همکاری کردن و سرکاری که یک مقدار کلانتر بود با ما دماپاشی و سمپاشی کردن. این سیزده هست کنایی سیزده کاملا غیر پلانی ها رو خود جوش رو برای انداختیم. اجماع جوانان ناحیه 13، رضاکارانی که خودشان قد علم کردن و با ما گفتن همراه هستن و خیرینی که برای ما ماشین های دواپاش روی شانه یعنی دستی و کوچک رو همکاری کردن که کوچه و کوچه با ما حرکت کردن روزهای مختلف و همه روزه ما پلان رو داریم. همه روزه از صبح تا دیگر دواپاش های ما خیرین و رضاکارانی که هستن میاین و کوچه به کوچه تقسیم میشن با وکلای گذر ما بسار همینن و دواپاشی میدنن. متاسفانه چون جمعیت ساحه زیاد هست و ساحه ساحه کلان هم هنوز هم خب ایدالا را میفهمی که هر 24 ساعت باید تنبیه شود. بازم ما کوشش میکنیم و بیشترین جاها و دور افتادترین نقاطی که امکانش هست دواپاش را روان کنیم. شورای زنان ناحیه 13، چون شما سوال توجه به نقش زنان هست، ما فقط نمیخوایم خود را به عنوان معاون ناحیه 13 بگویم که مطلب کردیم. شورای زنان ناحیه 13 در کنار ما بوده، لحظه به لحظه برای سروی مستحقین، برای شناسایی ساحاتی که مستحقین و بیوه زنها اونجا در حضور دارن و به خاطر شناسایی مشکلاتی در ساحه هست، ما کمیته مبارزه با کرونا را داریم که یک روز در میان جلسه داره و با هم میشینیم مشکلات رو بررسی میکنیم. آمرین حوزه هستن، ما دو حوزه مربوط به ناحیه 13 داریم، آمرین امنیت هستن، شورای زنان ما هست، اجماع جوانان ما هست و میان به جلسه شرکت میکنند و به ما مشکلات در سطح ناحیه میارن و ما در صدد حل کردن این مشکلات بنیم. خب خوشبختانه شورای کابل با رهبری درعت که داشته تا به حال تانسته در مسئله سمپاشی، دواپاشی و رساندن بعضی موادی که ضرورت هست در ناحیه با ما همکار باشن، ولی هنوز همی کم هست. کم هست به خاطر از این که ما تعداد بیوزنها، خانومهای بی سرپرست، خانومهایی که خودشان سرپرست فامیل هستن و در ناحیه زیاد داریم و اینا باید رسیدگی شوند. من خانومهایی را با چشم سر مشاهده کردم و سریعهای ما در ساحه دیدن که کسایی هستن که فقط نان خوش دارن و اینا مدعی هستن که ما را اگر کرونا نکشه گرسنگی از بین میبرن و این را نباید نادیده گرفت. ما منتظر کمک‌هایی هستیم که چه توسط خیرین چه توسط حکومت به ما برسن و نقش خانومها را در این ساحه نادیده نمیگیریم. آگاهی دهی عموما برای خانم ها صورت میگیره. ما با شورای زنان در تماس هستیم، با اجماع جوانان ما که متشکل از خانم ها آقایان هستن در تماس هستیم که آگاهی دهی و بهترین نه چه از طریق صفحات اجتماعی چه از طریق کمپاین هایی که ما به صورت اعلان از مساجد داشتیم صورت میگیره. ملای ماما با ما بسیار همکار هستن، ما ازشان خواستیم که به مایک ها به خاطر اینکه خانم ها و آقایان من در خانه تشریف دارن از مایک های مساجد بشنوند مسائل آقای دهی را که چگونه با مسئله کرونا و با این ویروس مقابله کنند. بسیار عالی خانم صادقی، واقعا زحمات شما قابل قدر است. در این قسمت از صحبت ها میخوایم همراه خانم صمدی صحبت بکنم. اگه مایک خود را روشن کنند صدای من میشنوند. خانم صمدی مایک خود را روشن کنید. خانم صمدی سلام عرض می‌کنم. خانم صمدی خوب هستین؟ روزتان بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما پنلیست‌های عزیز و تمام شنوندگان شهروندان شهر کابل و هر کس که در برنامه لایف صدای ما رو می‌شنوه. امیدوارم که در این اپیدمی که سراسر جهان با مشکل مواجه ساخته ما هم بتانیم موفق از در بدر آییم و در این راستا موفقیت های نصیب ما بشه. صمدی عزیز، شما در رابطه با وضعیت بحرانی کرونا، ناحیه شما طبیعتاً هم درگیر است با این موضوع و چالش، اگر یک گزارش اجمالی از فعالیت های خودتان در رابطه با
این موضوع اگر بتین ممنون میشیم. بعد میریم سراغ سوالات بعدی. شما وقتی به جغرافیای نایه اول توجه کنیم میبینیم که در نایه اول که یک از 10,000 فامیل زندگی میکنن که بیش از 70% متاسفانه با فقر مواجه هستن و سوی نایه اول از مراکز تجارتی شهر کابل است که روزانه 2,000,000 نفر در این نایه رفت آمد داشتن و مندوی کابل در این نایه موقعیت داره. ما به خاطر بحران مدیریت کرونا قبل از اینکه اپیدمی در کشور آغاز بشه و هنگامی که احساس شد که امکان داره ما در خطر باشیم پا گذاشتیم به طرح بحران مدیریت، پیش بینی کردیم خطراتی که امکان داره ما را تهدید کنه و در این خصوص طرح‌ها و برنامه‌ریزی کردیم و در 3 کاتگوری ما کار کردیم. در کاتگوری اول هنوز کرونا به صورت اپیدمی وارد کشور نشده بود، فقط مورد اول مثبت ایجاد شده بود که ما کمیته مبارزه با ویروس کرونا را در سطح نایه اول تشکیل دادیم. در این کمیته خوشبختانه شورای زنان، شورای جوانان، وکیلای گذر، ملای مامان و مسئولین امنیتی ما عضویت گرفتن و حتی دکترهای شفاخانه‌ای که در نایه اول حضور دارند. در مرحله دوم وقتی ما مشکل کرونا رو در کابل دیدیم، خب چون نایه اول یکی از نواحی تجارتی است، ما باید که در قسمت قرنطین نقش اساسی رو داشتیم. همراه کمیته مبارزه با کرونا که در سطح کابل فعالیت داره، ما هم گروه ما هم وارد عمل شدن و در قسمت قرنطین دکان‌ها نقش اساسی نظارت کننده و کنترل کننده داشتن. و در این حال ما سعی کردیم با همکاری شورای جوانان، شورای زنان، برنامه‌های آگاهی دهی را در سطح نایه اول ایجاد کردیم، پوسترهای تبلیغاتی را توزیع کردیم. حتی گروه هدف نایه اول یک گروه تئاتر زنده است. ما هنوز اپیدمی به صورت واقعی شروع نشده بود که ما کار خود شروع کردیم. در هر چوک هر هفته برنامه‌های آگاهی دهی را از طریق تئاتر زنده روی دست گرفتیم و مردم آگاهی دادیم. شورای جوانان ما با تهیه ماسک و مواد ضد عفونی خانه به خانه، دکان به دکان رفتن و ما آقای غلامی صدای این خوشبختانه حمید رو ببندید. ما همه روزه به همکاری تجار ملی نقاط آسیب پذیر در نایه اول تشخیص میدیم و مطابق به پلانی که داریم ساعت مختلف دواپاشی میکنیم و احتمالاً که چی 100% چون کشور ما از جمله کشورهایی است که متاسفانه اقتصاد خوبی نداره، ما طرح بعد از بحران رم داریم و در این طرح سعی کردیم که وضعیت عمومی اقتصادی منطقه رو بسنجیم و یک طرح اساسی برای فقر زدایی روی دست گرفتیم که انشالله با همکاری تجار ملی بتانیم این طرح رم در مرحله بعد از بحران روی دست داشته باشیم. در خصوص نقش زنان در بحران مدیریت کرونا، خب بر هیچ کس پوشیده نیست، چون هم جنسیت زن یک جنسیتی است که مشکلات از زوایای مختلف مورد دید و بررسی قرار میده، میتونه موفق‌تر از مرد عمل کنه، چون برای او دیگه گروه و قوم و قبیله معنا نداره. برای خانم او سعی میکنه که بیرون موقعیت با حمایت مقام محترم شاروالی کابل تونستیم در یه عرصه موفقیت هایی رو داشته باشیم که انشالله این برنامه ما همچنین ادامه داره. بسیار عالی خانم صمدی، تشکر. برمیگردیم به خانم صادقی. خانم صادقی عزیز اگر لطف کنین که مایکتون روشن کنین. ما در خدمت شما هستم. خانم صادقی، در رابطه با نقش زنان در مدیریت شهری صحبت میکردیم، با توجه به فعالیت هایی که داشتین و انجام دادین
میخوایم ببینیم که این از زمانی که معاونین در از دو یا معاونیت های ریاست های نواحی حضور پیدا کردند، چه تأثیری در سطح نواحی و فعالیت و خدمات شاغل کابل به وجود آمده؟ تشکر از شما و سوالی که پرسیدین خانم جعفری عزیز. من به شما یک چیزی بگویم، همونطور که میفهمین شهر فقط کار زیربنایی و ساختن سرک و پل و پلچک را مسئولیتش شاروالی بر در این زمینه نیست. ما خیلی مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیباسازی و بهسازی شهر هست که یک سلیقه میخوایم. روز اولی که ما به شاروالی کابل آمدیم، معاونین 12 معاون با هم یک جا معرفی شدیم، تمام حرف ما و شعار ما این بود که شهر کابل باید زیبا باشه. نه تنها سرک، پل، پلچک لازم شهر هست، در کنار زی شهر به عنوان یک جایی که محیطی برای زندگی هست، مثل خانه ما هست، این مسائل باید در نظر گرفته شود. مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، شوراسازی، اجتماعات، دور هم بودن زنها و مردها به عنوان دو قشری که باید شانه و شانه و پا به پا در شهر فعالیت کنند، این مسائل را ما در نظر گرفته شروع فعالیت کردیم. و امروزه در این 15-20 روزی که میبینیم بحران کرونا گریبانگیر تمام جهان هست و قضیه هم مستثنا نیست، باز هم باید به این فکر کنیم که اگر ما مجبور هستیم در خانه بمانیم، ما مجبور هستیم که فعالیت های اجتماعی خود را کمتر کنیم و کمرنگ تر کنیم، نقش یک زن در این زمینه چی هست؟ با عنوان یک خانومی که امیال و هم مجبور هستم به وظیفه حاضرشم از خانه بیرون شوام، مسئولیت هایی دارم. زنهایی که در خانه هستند و مردهایی که مجبور هستند در این روزها در خانه باشند، خیلی مسائل دیگر را لمس می کنند. مشکلات یک زن درک می شود و اینکه یک زن در خانه چقدر کار کرده و فعالیت کرده و آل یک مرد هست که در کنار از این باشند. واقعات مثبت و عواقب مثبت ویروس کرونا را هم در نظر نگیریم. ما در شهری زندگی می کنیم و ما در ناحیه مسئولیت دارم که بیشتر از 4000 کراچی و دستفروش روزانه در سرک های فعالیت کنند و در این روزها میبینیم که تعداد این کراچی ها کم شده، تعداد دستفروش ها کم شده، شاید تقریبا بگیم حتی نصف شده و به این خاطر هست که ما داریم به نظم شهری فکر میکنیم. یعنی روزها روزهای خوبی برای ما هست که به نظم بیشتر فکر کنیم و قانون بیشتر فکر کنیم و این نقش را شاروالی کابل، مخصوصا معاونین که این روزها نمیتونن در خانه باشن و مجبور هستن در اجتماع باشن و کار کنن، ما در حال برنامه‌ریزی برای این هستیم که عواقب بعد از کرونا ما چه شهری خواهیم داشت. ما تلاش زیر میکنیم که مارکت ما تنظیم شود، دستفروش‌های ما تنظیم شود و بالاخره اون نظمی را که میخواستیم، اقدر سالها کابل آرزوی داشتم یک نظم داشت، در این روزها میبینیم که میشه که روی از کار کرد. ما از همکارای تنظیم مارکت‌های خود خواستیم که به تنظیم صاحب پردازن و بهسازی شهر کمک کنیم و زیباسازی شهر کمک کنیم. اگر مردم ما با ما همکار باشن و ایره کرونا را، ویروس کرونا را به عنوان یک فرهنگ فکر کنیم، نه به عنوان تنها یک بیماری، ما میتونیم به این فکر کنیم که فرهنگ ما و سنت های ما، تمام مفکوره هایی که ما قدر سالها چه از لحاظ مذهبی چه از لحاظ عنعنوی داشتیم میتونه تغییرش بده و این باعث میشه که کابل بعد از کرونا انشاءالله که به زودی قرنطینه خلاص شوه، یک کابل زیبا باشه و این وظیفه مسئولیت کلانش به عهده شاروالی کابل و به عهده نواحی هست و ما با عنوان زنانی که در این روزها خانه نشستن را قبول نکردیم و آمدیم به اجتماع، باید به این فکر کنیم که شهر باید بعد از کرونا شهر زیباتری برای مردم باشد، کابل باید کابل دوست داشتنی تری برای مردم ما باشد و ما که مسئولیت ناحیه 13 را دارم و با یک ناحیه پر نفوس و پر از کراچی و دستفروش و پر از مشکلات اجتماعی گریبانگیر هستیم،
باید یک شهر زیباتری داشته باشیم، کابل زیباتری را تصمیم مردم به طور مشخص گفته میتونید که با چه مشکلاتی رو شما روبرو بودید؟ خصوصا به عنوان یک بانو در آیه 13 مشکلات شما چی بود؟ ببینید ناهی 13 خب میفهمید که یک ناهی تقریبا روشن فکرتری هست. زنها و مردها هر دو شانه به شانه هر دو قشر با هم فعالیت میکنن. مشکلات ناهی 13 در راستای زنان بیشتر مشکلات اجتماعی نیست. یعنی ما با در سطح ساحه شهر اوقدر مشکل نداریم، ولی مشکلات ترانسپورت گریبانگیر خانوم ها زیادتر هست. کمبود امکاناتی که خانوم ها دارن و امکانات رفاهی که ضرورت هست. مثلا من به شما میگم یک خانوم در سطح ناحیه 13 اونقدر مشکلات خانوادگی نداره که نتونه از خانه بیرون شود، ولی وقتی از خانه بیرون میشه کجا بره؟ ما امکانات تفریحی نداریم. ناحیه 13 حتی یک دانه پارک اشتباهی فعال نداشته. ما این دو سال اخیر کوشش شده که پارک چهل دختران که یک ساحه تفریحی است برای مردم فراهم شود، ولی ناحیه 13 خب دقیق سالها خانوم ها بیرون آمدن ولی کجا رفتن؟ به نواحی دیگه رفتن، به جاهای تفریحی که در سطح شهر کابل در نواحی دیگه بودن، ولی ما در ناحیه 13 ساحات تفریحی نداشتیم. ساحات آموزشی خب خوشبختانه هست، او هم خودجوش هست که از سکتور خصوصی برمیخیزه و فعالیت میکنن و خانوم ها بیشتری به مشکلاتی که دارن بخش تفریحی، بخش اجتماعی، مشکلات اقتصادی هست که ما مارکت برای خانوم ها مخصوص نداریم که بتونن مثلا از اون بازار و از اون مارکت فقط به نفع خانوم ها استفاده شود. هر چی بوده دوشا دوش بوده، پایا پای بوده، دو قشر با هم فعالیت کردن و تانستن که سطح اقتصادی اشتباهی کنن. بسیار عالی، تشکر خانم صادقی. سلام عرض میکنم حضور خانم مژگان حاجی زاده، ایشان هم معاون ناحیه 11 هستند. اگر مایکتان روشن از خانم حاجی زاده. خیلی خوش آمدین به پنل. خانم حاجی زاده عزیز، با توجه به این که ناحیه که شما در اونجا حضور دارین به عنوان معاون و بحران کرونایی که تقریبا تمام نواحی رو در حال در نظر دیدن است، ناحیه شما هم با بیماری کرونا، بحران کرونا روبرو شده. میخوام ببینیم که فعالیت‌های شما در راستای مبارزه و جلوگیری یا پیشگیری از ویروس کرونا چی بوده؟ بسیار خوب خانم جعفری، سلام عرض ادب خدمت شما و تمام اعضای میتینگ امروزی ما. متاسفانه همه در جریان هستند که ویروس کرونا یک ویروس بسیار کشنده و خطرناک است که در ساحات نوعی یا همچنان یک تعداد از آمارش دقیق مشخص نیست، یک تعداد کسایی هستند که از فامیلا به این مرض مبتلا شدن. متاسفانه ما 5 واقعی فوتی داشتیم از نواحی خود. کارهایی که ما انجام دادیم، ما کمپین آگاهی داشتیم و ارتباط ویروس کرونا و ساحت تماما ساحت نوعی 11 را هفته 3 بار، حتی امروز هم ما دواپاشی و ضد عفونی داشتیم توسط شفاخانه‌های خصوصی و بعضی تجارای از سطح نوعی 11 هم، و همچنان کمپین آگاهی دهی ما حتی توسط شورای زنانان، شورای زنان و جامعه مدنی، از شورای جوانان ما حتی به یک کمیته اضطراری که تشکیل دادیم که ریاست را خودم پیش میبرم از همکارای نوایی ما هستن. ما حتی مجاهایی که برای ما اطلاع داده شد به همکاری نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس ما از آزی پولیس نوعی و سهم کار کردیم، حتی آدرسشان رو پیدا کردیم و اونجا کارمندای ما هم اونجا حضور پیدا کردن و همکاری و وقتی صاحبای گذر تا حالا دیگه دقیق تو کدام آمار دقیق به دسترس ما قرار نگرفتن که ما دستایی نوعی و سی خود کدام واقع فاتحی داشتیم یا خیلی. متاسفانه یک تعداد اشخاصی هستم که هر قدر ما تب تلاش میکنیم و همکاری نیروهای امنیتی و پلیس کمپاین آگاهی دهی و ارتباط قرنطینه براشان آگاهی میدیم که خود قرنطینه دادن، باز هم هموطنان ما اینقدر گیر جدی نمیگیرن، باز هم کم عبور و مرور تصاحات دارن. امروز هم ما به همکاری اوزا و همیت همه ما در
ساحه برآمده بودیم که تا حالا دو اطفایه هست، طرف یک از تاجرای افغان ما هستن که فعلا هم در ساحات شطور و قسمت های 500 فامیلی در حضید افنی سازی دارن. باید هم مرتب تلاش خود داریم تا حد توان خود مدیریت خود پیش میبره. بسیار عالی، بسیار عالی. یک سوالی که بیشتر فکر میکنم همیشه ذهن ما رو درگیر کرده و یک پستی هم در همین رابطه من دیدم، اون زمانی که خانم‌ها معاونین در سطح نواحی حضور پیدا کردن، این بود که بحث فضای شهری که باید یک فضای تبدیل به یک فضای زنانه شود. میخوایم بگم که از زمانی که شما حضور پیدا کردین به این ناحیه و همچنان معاونین دیگه همچنان، میخوایم ببینم که چقدر تغییرات در این فضای شهری به وجود آمده بعد از اینکه شما حضور پیدا کردین، نقش مدیریت شهری را ایفا کردین. میخوایم ببینم اون دستاوردها در راستای ایجاد فضاهای شهری برای بانوان یا زنان چی بوده؟ آیا چنین دستاوردی داشتین؟ بله، بسیار خوب. در قدم نخست باید یادآور شم که برای همگی معلوم است که شهرولی یک جایی بوده که کاملا مردانه بودن و برای اولین بار که در طول تاریخ 100 سالی افغانستان 12 بانوی که از طریق رقابت آزاد آمدن که هم شامل از اون هم هستم. زمانی که من خودم معرفی شدم برای 11 هم آمدم، هیچ خانمی حضور نداشت، یعنی من دیگه تنها بودم و حتی شورای زنان میگفتن کسی به نام شورای زنان در نایی 11 وجود نداشت، نه کدام عضوی بود نه کدام رئیسی بود. اولین کاری که من کردم شورای زنان تشکیل دادم. شورای زنان برنامه‌ش بود، اما در کدام جلساتی، در کدام برنامه فرهنگی اجتماعی، در هیچ برنامه اونا سه هم نداشتم. اما اولین کسی بودم که همین خانمها همین شورای زنان تشکیل دادم، حتی پا به ریاست جمهوری هم پیدا کردن در تمام جلسات ما، در تمام برنامه های ما. یعنی هر برنامه که ما برام اندازیم فعلا حضور زنان در حتمی بوده و حتمی هست. یعنی ما اونا رو خدر فار ساختیم که در هر برنامه با ما همکار هستن. شورای زنان تشکیل دادیم و نظر چون یکی از طرح‌ها و پیشنهادهای ما هم بود در ابتدایی که آمدیم، خواست ما بود که از خانم‌ها هم وکیل گذر داشته باشیم مثل آقا واره. خوشبختانه که حکم خود جناب رئیس جمهور کشور ما بود که دو خانم برای فیلن باید ما استخدام بکنیم و حیث وکیل گذر در سطح نواحی، که خوشبختانه ما هم دو از خانم‌ها را انتخاب کردیم نظر به انتخاب مردم، که تا حال کارشان در تای مراحل هست که متاسفانه قرنطین آمدن، یک تعداد شان از خانهشان اجازه نمیده فامیلاشان برن، اما کارشان در تای مراحل هست در مرکز شهرولی. خانمایی هستن که دستاوردهایی داشتن که دستاوردهاشان پنهان بود. ما یک برنامه که سال گذشته اگر باید داشته باشیم، برنامه نمجوه گل پایتخت در افغانستان در کابل برای اولین بار برگزار شد، که برگزار کننده از این برنامه سه نواحی بودیم و حضور پررنگ و می برنامه را که بسیار پررنگ ساخته بود همین خانما بودن، که ما بر مدت یک ماه بر خانما اونجا غرفه جا بجا کردیم. همین خانمایی بودن که عضو شورای فرهنگی، شورای اجتماعی، شورای زنان نداشتن، اما برنامش بودن در خانه هایشان بودن، حتی کس نمیشناختشان. یعنی اون خانما هی قدر با صلاحیت شدن که همه روزه به ناوی ما میان که خوش بختم مدتر برشان مدن از هر گرفتیم. اما برنامه ما را خانما بسیار به خوبی و بسیار یک شوق و ذوق علاقه ایلی، خیلی مردم هزو خوشبین بودن. یکی از دستاوردهای ماهی بود که خانمهای علاقمندی رو پیدا کردن و خواهان ازی شدن که ما برشان یک مارکت هم مد نظر بگیریم. یک مارکت هم مد نظر گرفتیم و پس ما رو فیلن نمیدیم تو پای قرنطین و پای ما رو مطر من. و از دنواهی خانمهایی بودن که اونا مشکلات خود می خواهند که بیان مطرح بکنن، امی که مردانه بود کسی جرأت نداشت که خودش یک خانم کوشش بکنه بیا مشکل خود حل بسازم. زمانی که من به نواحی آمدم، آل خانم ها هر کدامشان بیان بسیار خوشبین هستن، همچون که یه بعض در بخش های دیگه ما هم از خانم ها اگر باشه بسیار سهولت بیشتر برای خانم ها فراهم میشه. عزیزاده، در قسمت مدیریت ویروس کرونا و نگرانی که در خانواده وجود می آید، خصوصا برای خانم ها که در خانه هستند و اکثرا این بار نگارنده سر دوش از اوناست، کدام تعمیدات، کدام برنامه داشتید شما، کدام صحبتی را کردید؟ در این قسمت اگه میشه توضیح بدید.
بله یقینا ما دو روز قبل هم یک برنامه گرفته بودیم کمپین آگاهی‌دهی توسط شورای زنان یک جلسه در خود نواحی ترتیب کردیم و همین شورای جوانان و خانم ها رو دعوت کرده بودیم توسط از اینا و وکلای گذر از طریق بروچرها ما کمپین خانه به خانه رو براه انداختیم و همو گفتنی ها نظریات خودک داشتیم به ارتباط ویروس کرونا که چه قسم از این ما جلوگیری بکنیم، چه قسم برای اطفال ما هدایت بدیم که اطفال ما بیرون اجازه ندیم و تا به ارتباط قفقای دروازه که چه قسم ما از این استفاده بکنیم و اطفالایی که بیرون میرن دوباره میان باید به بادشان آجن هستن شان دور بسازیم در شوهایی که میخواییم که ملاحظ شده و دست نزنن. ما کمپاین خود توسط شورای زنان خانه با خانه حتی که مدیریت چه خودم پیش میبرم همراهشان هست. بسیار عالی خانم حاجی زاده، ممنون از این که توضیح دادین. جناب آقای اگر که از بین اشتراک کننده ها کسی باشه که سوال داشته باشه میتونن بپرسن. شما سوالشون رو میخواهند بخواهند؟ اگر سوال خود شریک بسازن ما با ما هم میشه که سوالشون رو ببینیم و اون رو عرض کنیم در پنل به سوال خود از پنلیست های ما انجام بکنیم. در رابطه با کامنت ها من اجازه اگه هست در برگردم به کامنت هایی که در فیسبوک میبینم. ای که بحث اصلی که اینجا مطرح شده در رابطه با تنظیف و رعایت بهداشت و موارد صحی است، بحث مبارزه با کرونا. یک سوالی که اینجا مطرح هست میگن که آیا همه ریاست‌های نواحی فقط پرداختن به موضوع کرونا و همه درگیر همین موضوع هستن؟ خدمات شهری دیگه هم که ما داریم از جمله بحث سرسبزی، بحث تنظیف و سایر مواردی که مربوط به شاروالی میشه، میگن که او خدمات چی شد؟ آیا این خدمات همچنان دوام داره یا نه؟ خانم صادقی اگر شما لطف بکنین جواب بدین ممنون شد. من خدمت شما عرض کنم که چون ما کمپاین نهانشانی ادامه داشت تا هفته گذشته ما تعداد نهانهای را درخواست داده بودیم قصد شد، ولی کمپاین های دسته جمعی که داشتیم رو متوقف کردیم. یعنی ما حشر داشتیم که رضاکارهای ما میمدن با ما همکاری میکردن تا هفته گذشته، تا هفته اول قرنطینه هم با ما با حدودی همکار بودن، ولی تجمعات را کاهش دادیم. کارگرای خود ما کار میکنن، مسئله آبیاری در مسئله تنظیف خود متاسفانه میفهمیم که هر ارگانی اگر بتونه در قرنطینه واقع شود مسئله تنظیف توقف ناپذیر هست و کارگرای تنظیف ما، شرکت‌های تنظیفی ما فعالیت‌های خود در روزمره ادامه میدن حتی سختگیرانه‌تر از قبل. یعنی اگر قبلا ما هفته دو روز و سه روز جمع‌آوری زباله از خانه‌ها صورت می‌گرفت، آن از شرکت تنظیفی خواستیم که این مسئله را بیشتر بسازن به خاطر اینکه رعایت اصول بهداشتی خیلی باید سخت‌گیرانه‌تر برای روزها باشد و می‌فهمیم معنی استفاده از ماسک و دستکش و دستمال کاغذی و چیزا بسیار بالا میره و با دستکش برای سرکاری کجا چقدر خطرناک است و احساس اطفال بگیره عواقبش جبران ناپذیر تر میکنن و خطرناکتر از ویروس کرونا ای عمل کنن که چون این دستکش ها و این ماسک ها ملوث هست و اگر اطفال از او استفاده کنن یا به دست خود بگیرن چقدر خطرناک خواهد بود. به این مسئله همانطور که مدیر خدمات شهری هم با ما همکار بوده و ریاست تنظیف ما این راستا مواجه بودیم که ما قبل از قرنطینه هم و در زمان قرنطینه شما میفهمیم که اشخاصی که کهولت سن داشتن و سن بالای 58 سال داشتن اونا خانه نشین شدن و ما مشکلات ما بیشتر شد بخاطر کارمندای ما، کارگرای ما تعدادشون کمتر شد و در این راستا ما همکاری مردم را میخواییم که اگر قبل از این هر رقم ما بالاخره با 70-80% تنظیم کار میکردیم، آنهای پرسنل تقریبا 30% کارش پیدا کرده. ما میخواییم که مردم با ما همکار باشن در جمعهای زباله و شرکت‌های تنظیفی که داریم همکاریشون بیشتر شدن. ما ازشون خواستیم که بیشتر کار کنن، بیشتر از قبل فعالیت کنن. ما این سیستم و مشکلاتی داشتیم که در جلسات مبارزه با کرونا با آمرات حوازات امنیتی و حوازات پلیس شریک کردیم که اجازه بدن کارگرای ما و کارمندای تنظیفی ما، رضاکارای ما،
اجماع جوانان مکنیم و صاحب ها مکار میکنن اینا رو با یک کارتی کیفی اجازه بدن که از سطح شهر بکنن. بسیار عالی، تشکر خانم صادقی عزیز. من یک سوال دیگه هم دارم از فعالیت‌های شاروانی، یک مسئله کنترل ساختمان ها هست، مسئله عوایدی ما هست، بخش عوایدی ما غیرکار هست، ولی تنظیم ما کنترل ساختمانی ما اینا همه دیروز مره فعالیت دارم. بسیار عالی، خسته نباشید خانم صادقی عزیز، تشکر. خانم صمدی اگر لطف بکنی شما مایکتان روشن کنین و در رابطه با یکی از بحث‌های مهمی که اینجا یکی از دوستا می‌بینم مطرح کرده که بحث در رابطه با خانم صمدی عزیز، اگر مایکتان روشن کنین میشنوین صدای من؟ بله صدای جانم میشنوین. درست است خانم صمدی، یکی از بحث‌هایی که مطرح شده اینجا که ما صحبت هم کردیم، یک موضوعی که اینجا هست اگر دقت بکنیم، بحث اول خب قرنطینه است و شعاری که مدام میبینیم در فضای مجازی در همه جا در رابطه با مبارزه با کرونا و جلوگیری از شیوع کرونا مطرح هست، در خانه ماندن است. بحث مدیریت زنان در شهر از همه خانهشان شروع میشه، درست است؟ بیایم بگیم که خب باز هم اگه ایر بگیم که این میتونه خیلی موثر باشه در خانه ماندن، همون رعایت قرنطینه، نقش زنان در این چقدر میتونه موثر باشه؟ چه نقشی دارن زنان؟ ببینین از اونجایی که زنان نقش به عنوان مصداق مدیریت خوب در خانه هستن، بحث قرنطینه، بحث ای که چطور ما بتونیم مرد خانه را و کودک خانه را و جوان خانه را در خانه نگهداری کنیم، یک محیط سالم و مسئول در خانه برشان ایجاد کنیم، نقش زنان برجسته است. مادران عزیز، خواهران عزیز ما میتونن با کنترل خوب در خانه و برنامه‌های منسجم یا برنامه‌های شاد در خانه بیشتر خانواده را جذب کنند که در خانه باشن و بیرون تا زمانی که نیاز نباشه بیرون نرن. ولی اگر خانومی بخواهد که عرصه زندگی در خانه قدر تلخ کنه، خب مسلماً هر مرد، هر کودک، هر جوان به خاطر که از استرس بیرون بیایه از خانه بیرون میشه. نقش زنا بسیار نقش اساسی است که در این زمانی که بحران سراسر جهان فرا گرفته، بحران در کابل هم آمده، در بسیاری از ولایت هم آمده، نقش خود به خوبی ایفا کنن، نقش مهربان و پرمهر داشته باشن، نقش مادرانه داشته باشن و محیط خانه طوری مکنون بسازن که هر کس علاقه داشته باشه که هرگز از خانه خود بیرون نشه. ای کاش ما هم میتونستیم در این حرصه در خانه خود محیط فراهم کنیم، ولی متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه ما از جمله کسایی هستیم که باید در خط اول مبارزه با کرونا قرار بگیریم و با این که خود ما از خانه بیرون میشیم ولی محیط آنقدر گرم نگه داشتیم که کسی که مجبور نیست از خانه بیرون نشه در خانه بمانه. بسیار عالی، تشکر خانم صمدی عزیز. همکاران گرامی تشکر از حضورتان. با توجه به این که فرصت زمانی ما به ختم شده، من یک جنبندی دارم. بحث حضور زنان در مدیریت شهری برمیگرده به تصمیم‌گیری ها و سیاست ها و برنامه‌ریزی که این هم باز هم چندین جنبه داره، که ناتوانی شهرها و فضای شهری اینها برمیگرده به اون برنامه‌ریزی که باید در مدیریت شهری انجام شود و عدالت جنسیتی باید اینجا مد نظر گرفته شود، میزان رضایتمندی بانوان که جزئی از پیکره ای جامعه هستن باید مد نظر گرفته شود و همچنان یک موضوع خیلی جالبی که خودتان هم مطرح کرده به عنوان معاونینی که اینجا حضور دارید، یست که میزان ایمنی و امنیت هم بالاتر رفته. چرا؟ چون حضور ارباب رجوعها به ریاست‌های نواحی به عنوان ریاست‌ها و مراکزی که خدمات شهری رو ارائه می‌تن، در کنار از این که نهادها بگیم که خدمات شهری تنها به تنهایی نه، بلکه خدمات اجتماعی رو هم ارائه می‌تن،
بس ایمنی امنیت اینجی از این لحاظ مطرح میشه که ما ارباب رجوعهایی که از بانوان قبلا داشتیم به راحتی ارجاع نمی‌شدن به ریاست ها، ولی حال حضور پررنگ اینها رو می‌بینیم در ریاست های نواحی من جمله شورای زنان که شما ذکر کردین، و همچنان بحث تقویت حضور زنان در پیکره مدیریت شهری بیشتر برمیگرده به اون مسئولیت پذیری و اون انعطاف پذیری که به عنوان یک زن دارن، که این هم اهمیت حضور زنان رو در عرصه های مدیریتی بیشتر و پررنگتر میکنه، که یکی از محورهای توسعه انسانی است در جامعه های موفق. امیدوار هستم که موفق و معید باشین و حضور پررنگ زنان رو در جعفری شهر داشته باشین. یک فرصت بدین یک سوال خودم مطرح بکنم بعد از اون بفهم. یک جمعه داشته باشین. آقای حمید سوال خودم موضوعی که هست و مطرح کردید. آقای حمید صدا رو میشنوید؟ تصویر شما رو نداریم آقای حمید. به اونا اجازه بدین، به اونا اجازه بدین. مایکشو آقای حمید صدا رو میشنوید؟ بفرمایید آقای حمید. آقای حمید بفرمایید. قطع شد. بفرمایید. سلام برای همه، امیدوار هستم وقت همه تان بخیر باشین و از کرونا در امان باشین. من مشخصا سوال من مرتبط به آقای حمید معرفی بفرمایید. حتما چرا نه. من حمید یوسفزاده هستم، مسئول مسیح آینده سبز افغانستان. ما بیشتر تلاش میکنیم به جلوگیری از ویروس کرونا، حداقل یک کارهای خود ریزی که از تمامی انجام بدیم، ولی مطمئنا کارهای شما بیشتر از ما هست و مسئولیت های بیشتر شما داره. مشخصا سوال ما در دو مورد است. یکی که شورای کابل برای جلوگیری از ساختن ساختمان های غیر قانونی، چون ما از وقت کرونا را که یک معذر میبینیم شروع شده و قرنطینه شروع شده، کرونا را اینا فرصت دانسته و ساختمان های غیر قانونی را بیشتر ساخته میدن و برنامه مشخصا شورای برزی چی دارن؟ مسئله دوم، ولایت افغانستان نیاز به کمک های اولیه، نیاز به مواد خوراکه داره که متاسفانه نیروهای امنیتی ما داره کابل باشه. اون مسئولین هم که هست، معاونین رؤسای نهایی در شهر کابل هست. میشه که از خانم حاجی‌زاده این سوالا بپرسیم که جوابشان چی هست؟ تشکر آقای حمید، لطف کردید. ممنون، سوال شما را معاون جواب میدید. خانم حاجی‌زاده اگه لطف بکنید در رابطه با این موضوع، اگر جواب خانم حاجی‌زاده بکنم اینترنتشون قطع غلامی. خانم صمدی عزیز میشنوید؟ بله میشنوم. در خصوص سوال اول برادر ما، به خاطر جلوگیری از ساخت ساختمان‌های خودسر در همون روزهای اول قرنطینه که کارمندا همه رخصت شدن، یک نوکریوالی در هر لایه ایجاد شد و بخش کنترل ساختمان ما روزانه در ساعات مختلف اینا گردش دارن و جلوگیری میکنن از ساخت و سازهای غیر قانونی، و در شب هم قطعه نظامی خاص شاروالی که مختص به جلوگیری از تخلفات ساختمانی فعالیت‌های خود همچنان داره. چون برنامه قرنطینه هست، هیچ مالک ساختمان حق انتقال مواد ساختمانی را از دروازه‌های ورودی به داخل نواحی نداره که پلیس ما در خصوص جلوگیری میکنه، و در بخشی که کار ساختمانی انجام نشه، بخش کنترل ساختمان‌های نواحی کلشان فعال است و بخش ریاست کنترل ساختمان‌های شمالی هم فعال است. ما جدا خود میکنیم با متخلفین. تشکر خانم صمدی. خانم صادقی شما میشه که این قسمت یک پاسخ کوتاه شما را داشته باشیم و بریم به سمت جنبندی. حتما چرا که نه. تشکر آقای غلامی و تشکر از جناب حمید یوسفزاده که سوال پرسان کردن. خب ما این موضوع را در سطح ناحیه میبینیم، تی که قطعه نظامی شاروالی کابل هم فعال میبینیم میکنه به صورت شبانه روزی در امر کنترل ساختمان ها. ولی من یک پیشنهاد دارم که اگر صدای من مسئولین امنیتی برسن، به خاطر که جاده ها کاملا به خاطر قرنطینه از طرف مسئولین امنیتی بلاک هست، میشه که
ایره اینها هم با ما به صورت روزمره و شبانه صورت میگیره که ایره اگر اینا کنترل کنه با ما همکار باشن ما خیلی راحت تر میتونیم مسئله کنترل ساختمان ها مسئله ساختمان های خود سر در زمان قرنطین مسئولیت ما را ایفا کنیم و در پایان صدای ما و عنوان مسئولین در سطح شهر کابل به گوش مردم میرسه و این پاسی شفافیت بین مردم و حکومت باشه که ما بتونیم سوالای مردم خود پاسخ بگوییم و مردم هم هر سوالی دارن صادقانه و واضح بتونن از ما بپرسن. تشکر از شما و همکار عزیز پرنده سایه. موفق باشین. تشکر از توضیحاتتون خانم صادقی عزیز. در رابطه با بحث مواد غذایی که صحبت کردن دوست ما، ابتکاری ایجاد شده در یکی از ولایت‌های افغانستان در رابطه با بانک غذایی، ایجاد بانک غذایی که میشه از همین ابتکار در سایر ولایت هم استفاده بشه، من جمله کابل که حضور و کمک سایر مردم شهروندان را میطلبه. خب آقای غلامی، جنبندی. جنبندی به طور مشخص معاونین صحبت های خیلی خوبی داشتن، از پلان ها و برنامه های خوب گفتن و از این که واقعا در چه شرایط دشواری کار کمک رسانی و مدیریت بحران در حقیقت اونا پیش میبرن، چون اکثرا رؤسای نواحی در جلسات اشتراک میکنن و رؤسای نواحی که دوستای ما هم هستن میبینم در جلسات اشتراک میکنن و اکثرا کار پلان گذاری و برنامه گذاری و مبارزه با ویروس کرونا را به شکل خیلی دقیقش بگم معاونین انجام میدن. ما یک برنامه خیلی خوبه در قسمت دواپاشی در ناحیه 11 داشتیم، معاون ناحیه خانم حاجی‌زاده پای پای تمام پرسنل هم اطفائیه و هم ما در قسمت دواپاشی حضور داشتن و مدیریت میکردن، پلان میکردن. در ناحیه 13 هم رقم به طور مشخص ما دیدیم که خانم صادقی نقش بسیار فعال و منسجمی داشتن، برنامه ها رو میچیندن، نهادهای جامعه مدنی رو برنامه‌ریزی میکردن، کمک میکردن و یک کمک خیلی نزدیک با آقای ملکیار داشتن. همچنین خانم صمدی یکی از فعالترین معاونین ناحیه هستن، به نوعی چندین ماه معاون که نه سرپرست خود ناحیه بودن و یک ارتباط خیلی خوب با ریاست صحت محیطی و محیط زیست داشتن. دیروز خودشان هم یک جمع خیلی گسترده از رضاکاران جمهوری جمع کرده بودن، مدیریت کرده بودن و در قسمت هم دواپاشی برای نباتات گیاهان و هم در قسمت دواپاشی ساحات آسیب‌پذیر در پلان خود داشتن. جنبندی ما به شکل خیلی مشخص و درستش اگر او را عرض بکنم این است که معاونین نواحی ما دستاورد خیلی خوبی تا به حال در عرصه مبارزه با ویروس کرونا، با مبارزه با شیوع ویروس کرونا و مدیریت‌های دیگه ای داشتن که بخش عمده و اساسی آن در قسمت کمک به خانم‌ها و بانوان در خود سطح نواحی بوده و در قسمت توزیع کمک ها هم رقم نقش خیلی گسترده و اساسی داشتن. مشکلات وجود داره، امکانات خیلی کم هست، امکانات به شکل درستش توزیع نشده و این مشکلات وجود داره، ولی با تمام این مشکلات خانم ها پای پای آقایان حتی در خیلی از موارد به شکل خیلی بهترش کار کردن و دستاورد خیلی خیلی عالی داشتن. آقای امیری اگر صحبت های شما آقای غلامی یک لحظه میشنوین. آقای غلامی گفتن که در رابطه با پنلیست هایی که نتونستن حضور پیدا بکنن برات منظرت خانم نرگس مومند سخنگوی شاهوالی کابل بنابر جلسات و مشکلات در جلسه با شاهوال صاحب بودن نتونستن شما بله بله. خانم فهیمه بهزاد که در ساحه حضور داشتن نتونستن که حضور پیدا بکنن، معاون ناحیه 17 و همچنان خانم آمنه مایار هم به دلیل مشکلات تکنیکی معاون ناحیه 15 هستن، ایشان هم نتونستن حضور پیدا بکنن. عرض معذرت داشتن و قابل توجیه بود مشکلاتشان. آقای صحبتی داشته باشن معاونین با خود داشته می‌داشته این دهی برنامه، ولی متأسفانه خب بحث آنلاین و بحث زنده بودن این مشکلات ها داره. باز هم خوشحال هستیم که معاونین همراه ما هستن. آقای امیری کدام صحبتی اگر شما دارید ما میشنویم. بله آقای امیری میشنوید صدای مرا؟ گفتن که من صحبت ندارم. آقای امیری اگر لطف کنن آخرین صحبت. آقای امیری در قسمت نشرات و کامنت هایی که در پیج فیسبوک شاهوالی کابل بوده اگر کدام گزارشی دارید میشنویم، در غیر از اون که بس جنبندی شده و میشه که او را خلاص بکنیم. جنبندی جناب شما عالی بود. من خیر مقدم میگم همه همکاران عزیز ما را و همچنان دوستان و هموطنان ما که به بس سهم گرفتن
تشکر میکنم و اوقات خوش برامتون میخوایم. موفق معید باشین. تشکر از لطفتان، زحمتی که کشیدین برای نشر زنده و لایف از طریق پیج فیسبوک شاروالی کابل داشتید. همچنین از خانم صمدی که اشتراک کردن در این برنامه، در یک روز بسیار بیروبار و پرکار آمدن. همچنین خانم حاجی‌زاده، خانم صادقی که لطف کردن آمدن. از آقای حکمین هم تشکر و سپاسگزاری میکنیم که این فضا و این فرصت مهیا کرد برای شاروالی کابل. از شما خانم جعفری همچنین سپاسگزاری میکنم که مدیریت کردید کاملا، و از تمام اشتراک کننده ها، پنلیست ها که در این چند وقت همراه ما هستن، سپاسگزاری و قدردانی خود می داشته باشیم. ما برنامه خود ادامه میدیم، گفتمان های ما ادامه پیدا میکنه و سعی میکنیم که از این پلتفرم، از این فضای مجازی که در دسترس ما قرار گرفته، با همکاری انستیتوت تکنولوژی ناگویای ژاپن به بهترین نحو استفاده بکنیم، اطلاع رسانی خود بکنیم. پنل های متفاوت تر را خواهیم داشت، سعی میکنیم که رؤسای نواحی دیگه نواحی هم همراه خود داشته باشیم، همچنین معاونین نشانم. و جا داره که از همه شما که تا به حال با برنامه ما همراهی کردید، همدلی کردید، کامنت دادید، نظرات خود همراهی ما شریک ساختید تشکری، سپاسگزاری و قدردانی ویژه داشته باشیم. همچنین از شما آقای امیری و از تمام اشتراک کننده و پلیسا خیلی خیلی ممنون. خانم جعفر، از شما ممنون، تشکر، خواهش میکنم. ما را به خدای منان میسپاریم. خیلی خیلی خوش آمدید، ممنون، وقت شما بخیر و خدا نگهدار. آقای امیری، خانم جعفری و سایر پانل، نگهدارتون، وقت شما بخیر. خب خسته نباشید. خلاص شد.